با سلام خدمت همراهان گرامی. چند وقت پیش به سفارش یکی از دوستان یه ویدیوی رو دیدم که البته مال چند سال قبله، ولی نکات خیلی جالبی توش بود که واقعا خالی از لطف نیست که امروز با همدیگه اونا رو بررسی کنیم. ویدیو متعلق به شخصی به اسم کریستوفر جان لونزدال هستش که ایشون اصالتا نیوزلندی هست و از سال 1980 توی چین زندگی میکنه. در زمین سیستم های آموزشی صاحب سبک هستش و ادعا میکنه که زبان چینی رو در بدو ورود در کمتر از یک سال یا 6 ماه یاد گرفته. واقعیت من قصد ندارم این ویدیو رو براتون ترجمه کنم، ولی با توجه به این که نکات خیلی جذاب و جالبی برای شخص من داشت، میخوام اون رو با شما به اشتراک بذارم، البته از دیدگاه خودم و با توجه به تجربیات شخصی خودم اون رو براتون بازخوانی میکنم. ایشون میگه سوال بزرگی همیشه ذهن من رو با خودش درگیر کرده بود و اون این که آیا میشه یک زبون رو به آسونی و به طور مؤثر در مدت زمان کمی یاد گرفت؟ ایشون نهایتاً به استناد مطالعات علمی و به استناد تجربیات شخصی خودش نهایتاً به این جنبندی میرسه و میگه که هر شخصی میتونه در 6 ماه زبان دوم رو یاد بگیره. تأکید میکنه که هر شخصی و تأکید میکنه روی مدت زمان 6 ماه. در همون ابتدای کار میگه دو تا تصور و دو تا باور غلط رایج هستش و اون این که خیلی ها میگن برای یاد گرفتن زبان باید استعداد خاصی داشته باشی، باید با استعداد باشی تا بتونی زبان رو زود یاد بگیری. ایشون مطلقاً با این نظر مخالف هستش و همچنین باور غلط دیگه از نظر ایشون اینه که خیلی ها معتقدن برای یاد گرفتن زبان دوم لازم حتما توی اون کشوری که به اون زبان صحبت میکنن زندگی کنی. من به عنوان مثال بارز در تایید صحبت ایشون باز مترجم بلند آوازه محمد قاضی رو مثال میزنم که علارغم اینکه یادگیری زبان فرانسه رو تو شهر ماهآباد و پیش یک نفر غیر فرانسوی زبان یاد گرفته بود، ولی به جایگاهی میرسه که آثار و شاهکارهای مهم زبان فرانسه رو به فارسی ترجمه میکنه. ایشون معتقد هر کسی که 5 اصل و 7 دستورالعمل رو به کار ببنده در کمتر از 6 ماه میتونه زبان دوم هر زبانی که باشه رو یاد بگیره. اصل اول که عنوان میکنه میگه رو بخش‌هایی از زبان که به شما ربط داره بیشتر تأکید کنید. وقتی یک موضوعی به شما ربط داشته باشه، به هدف شما ربط داشته باشه، به آینده شما ربط داشته باشه، خب معلومه که شما بیشتر برای اون تلاش میکنید و انجام دادن اون برای شما معنی دارتر خواهد بود. میشه به طور دیگه این رو عنوان کرد و اونم این که باید قبل از هر چیز هدف از یادگیری زبان و اون موتور و انرژی دهندهش خودتون رو بشناسید. به یک معنی یعنی شما باید هدف از یاد گرفتن زبان و اون تأثیری که روی شما داره، اون ربطی که به شما داره، اون تأثیری که روی زندگیتون، روی آیندهتون و روی اهدافتون داره رو باید به وضوح درک کنید و بفهمید. پس هر چیزی که شما رو به هدفهای شخصی و هدفهای زندگیتون میرسونه حتما به شما ارتباط داره و شما بایستی روش تأکید کنید. اصل دوم اینه که از روز اول یادگیری از زبان استفاده کنید. خیلی ها فکر میکنن که باید اول زبان رو به طور کامل یاد گرفت، بهش مسلط شد و بعد باهاش صحبت کرد. در حالی که واقعیت اینطور نیست. کسانی موفق ترن که میتونن از کمترین امکانات بیشترین استفاده رو ببرن. این نوع یادگیری دقیقا مثل یادگیری کودکان هستش. باید هنر اینو داشته باشیم که از تمام ظرفیت استفاده کنیم. اصل سوم اینه که وقتی که مفهوم کلام رو میفهمید، شما دارید زبان رو یاد بگیرید. هر وقت شما بین جملات، بین کلمات، بین گزارش‌های خبری شما کلمات رو شناختید، شما مفهوم‌ها رو گرفتید، شما تونستید به مفهوم کلی جمله، به مفهوم کلی گزارش برسید، شما در حال یاد گرفتن زبان هستید. اگه مفهوم رو درک کنیم و بگیریم، ناخودآگاه زبان رو هم یاد می‌گیریم. اصل چهارم اینه که زبان آموزی مثل یک ورزش فیزیکی هستش، مثل بدنسازی هستش، مثل تمام ورزش‌های دیگه هستش، نیاز به تمرین مداوم و تمرین سخت داره. ورزشکارای حرفه‌ای یا کسایی که موفق هستن، کسایی هستن که به صورت مداوم و مرتب تمرین می‌کنن و توی این تمرین بدنی تمام ظرفیتشون رو به کار می‌برن
و اصل آخر این که حالت روحی و روانی در هنگام یادگیری خیلی مهمه. کسانی که از زبان آموزی لذت میبرن، کسانی که از یاد گرفتن مفاهیم لذت میبرن، در مقایسه با کسایی که تحت فشار و استرس زبان رو یاد میگیرن، به مراتب راندمان و بازدهی بالاتری دارن. ایشون همچنین 7 تا دستورالعمل معرفی میکنن که باید اینا رو انجام بدیم. اولین و مهمترین دستورالعمل اینه که خیلی زیاد بشنوید. از هیچ فرصتی برای شنیدن دریغ نکنید. در حال حاضر به لطف اینترنت و به لطف دنیای دیجیتال واقعا منابع نامحدودی در اختیار هست برای شنیدن. فیلم ها و سریال ها، کانال های تلویزیونی، کانال های اینترنتی، کتاب های صوتی، پادکست ها و هزاران منبع دیگه در هر لحظه و هر کجا که شما بخواید در دسترس هستن. ما میتونیم شنیدن رو برای خودمون عادت کنیم. ما در حین خیلی از فعالیت هامون میتونیم همزمان که داریم اون کار رو انجام میدیم به یک فایل زبان هم گوش کنیم. پس نباید هیچ فرصتی رو برای شنیدن از دست داد. دستورالعمل دوم میگه قبل از اینکه معنی کلمات رو یاد بگیریم، مفهوم جمله رو سعی کنید بفهمید. شاید خیلی ها بگن مگه میشه قبل از اینکه معنی کلمه رو بفهمیم بشه مفهوم جمله رو فهمید؟ بله، خیلی از مواقع میشه این کارو کرد. شما وقتی که دارید یک گزارش ورزشی، سیاسی یا یک فیلم رو میبینید، از کلیات موضوع خودتون میتونید یک چیز رو بفهمید و همین کلیات کافیه که شما بتونید ربط کلمات رو در اون کم کم پیدا کنید. کسایی که سعی میکنن معنی تک تک کلمات رو بفهمن و بعد مفهوم رو درک کنن با سختی زیادی مواجه هستن. دستورالعمل سوم میگه ترکیب رو شروع کنید. مثال جالبی میزنه، میگه که شما 10 تا اسم، 10 تا فعل و 10 تا صفت بلد باشید، با ترکیب اینا میتونید بیش از 1000 تا جمله بسازید. البته شاید به این راحتی نباشه، ولی واقعیت اینه که اگه نترسیم کلمات رو با هم دیگه ترکیب کنیم، میتونیم با خلاقیت خودمون پیاممون رو به طرف مقابل و به مخاطبمون برسونیم. دستورالعمل چهارم میگه روی هسته تمرکز کنید. هر زبانی یک هسته و یک مغزی داره. ایشون یک نمودار رو نشون میده که نمودار خیلی جالبی هستش. این نمودار به ما میگه که کلمات از ارزش برابری از لحاظ یادگیری برخوردار نیستن. یعنی شما لازم نیست وقتتون رو بذاری کل فرهنگ لغت رو حفظ کنی. در بین هر زبانی یک سری کلمات کلیدی هستن که این کلمات خیلی زیاد تکرار میشن. برای مثال ایشون میگه 1000 کلمه کلیدی یک زبان هلوش 85% از صحبت‌های روزمره اون زبان رو در بر میگیره. اگه شما 3000 کلمه کلیدی رو بلد باشید، 98% اون زبان رو میتونید پوشش بدید و هزاران هزار کلمه باقی مانده فقط 2% در طول مکالمات و محاوره روزانه سهم دارن. این نکته خیلی مهم هست و الان خیلی از مؤسسات زبان دارن روی پیدا کردن این 3000 کلمه و این 1000 کلمه کار میکنن که این خیلی کمک میکنه به زبان آموزا که چه کلماتی رو یاد بگیرن برای اینکه بیشترین تأثیر رو روی یادگیری و مؤثر بودن یادگیریشون داشته باشه. دستورالعمل پنجم میگه اولیای زبانی پیدا کنید. کسانی رو پیدا کنید که اینا زبان رو باشون یاد بگیرید، که زبان رو به شما مثل پدر و مادر آموزش بدن. اولیای زبانی به مفهومی که ایشون توی ویدیو میگه واقعا سخت برای ما پیدا کردنه، ولی ما میتونیم مثلا فرضاً در یادگیری زبان دوستان رو که دارن همزمان با ما این زبان رو یاد میگیرن، یا مثلا فرضاً اگه توی کشور خارجی هستیم همسایه‌هامون یا دوستایی که پیدا میکنیم، اینا میتونن توی تمرین و یادگیری ما مؤثر باشن. توی دستورالعمل ششم میگه چهره رو کپی کنید. به حالت چهره، به حالت لب‌ها، به باز شدگی دهان در هنگام به حساب یادگیری جملات و کلمات دقت کنید. مخصوصا وقتی دارید فیلمی میبینید یا وقتی که توی خیابون دارید راه میرید و شخصی رو در حال صحبت کردن میبینید یا دارید با کسی مستقیم رو در رو صحبت میکنید، دقت کنید به چهرهش. وقتی که کلمات رو تلفظ میکنه، این خیلی مهمه که شما بتونید اون چهره رو کپی کنید و به همون صورت شما هم کلمات رو ادا کنید. دستورالعمل هفتم ارتباط مستقیم با تصاویر ذهنی است. ایشون میگه تکرار کردن فراوان برای حفظ کردن خیلی مفید نیست، ولی میتونیم با پیدا کردن یک ارتباط مستقیم با تصاویر ذهنی کلمه رو بهتر و مؤثرتر یاد بگیریم. مثلا تفاوت این دوتا کلمه
برای شخص من خیلی سخت بود. یکیشون اوتسو و یکیشون اوتسو، یکی به معنای در بالای، اون یکی به معنای در پایینه. خب اگه دقت کنیم خیلی از لحاظ شکل و ظاهر خیلی با هم تفاوت ندارن. در پایینه یه او اضافه داره. من همین رو تو ذهن خودم به حالت یک جسم سنگین تصور کردم که این رو به طرف پایین میکشه. گفتم هر وقت خب این جسم سنگین همراهش باشه این به سمت پایین میفته. همین باعث شد که دیگه هیچ وقت املای این دوتا کلمه رو با هم دیگه اشتباه نکنم. امیدوارم که مطالب ارائه شده در این ویدیو رو پسندیده باشید. اگه اینطور هست لطفاً ویدیو رو لایک و با دوستانتون به اشتراک بذارید و ما رو در توسعه کانال کمک کنید.